مرسی عزیزم، قربون تو برم. با شما هستم آخی، قسم من نمیدونم کدوم خط قرمز رو فشار بدم جانم. با شما هستم، بفهمید. ببخشید، من خواستم بگم برنامه شما خیلی خوب هست. مرسی. به شما بهترین برنامه و بهترین مجری هستین که تونستین واقعا بی‌لیاقتی و کسافتکاری های رژیم شاهنشاهی رو جایی رو که انجام داده به نحو احسن نشون بدین. مرسی عزیزم. خرابات این رژیم شاهنشاهی عزیزم ممکنه. ببین من حرفاتو گوش میکنم و اجازه میدم هر چی میخوای صحبت کنی. بگو. نه گوش کن. بگو مرگ بر حکومت اسلامی. مرگ بر شما. ببین کسافتی تو فاطمه سلطانی بی پدر و مادر فاحشه. اگه میگفتی مرگ بر حکومت اسلامی میذاشتم صحبت کنی. پتیاره هایی مثل تو ارزش بزرگوار زنان کشور من رو به اینجا رسوندن، چون خاک بر سرایی مثل تو رفتن همخوابه شدن. کسافت، نجاست سگ به قبل پتیاره و پفی و زتون. به تو باید گفت زنی که مثل مرتی که هایی که داری. کسافت وقتی گفتم مرگ بر حکومت اسلامی گفت میگفتی، وقتی نگفتی تو زیر خواب همون کسافت بی پدر و مادر هستی. بی ارزش توف زنهای ایرانی من تو سر و صورت امثال تو. خاک بر سرای ایک میری که اگر شیش ماه بندازنتون تو یه دونه وان بر از واجبی بیاین بیرون هنوز مثل گوریل میمونی. با اون دماغای اینجوری تو قیافه های زشت و ایک میری تو. با شما هستم جانم، بفرمایید. بفرمایید، با شما هستم. درود بر شما. درود قربان، عرض ادب دارم خدمت. جناب سکوری، واقعا برنامه خیلی مزخرفی دارید. راجع به هویدا صحبت میکنه، شما نسبت به هویدا اعتراضی دارید. بگو مرگ بر حکومت اسلامی. مرگ بر حکومت اسلامی. بگو مرگ بر لچک. مرگ بر لچک و مرگ بر همه. بگو جاوید شا. چرا بگم جاوید شا؟ برو بس بمیر. با شما هستم، بفرمید. با شما هستم، بفرمید. الو آقای سرکوی جونم، درود بر شما، خوب هستیم؟ فاطمه سلطان بود دوزاری. از همون خنده ریتیش نداداشتیش فهمیدم در تمام عمرش تو کار حلوا و شعله زرد بوده. بفرمید. درود به شما. خفه خون بگیر با اون عوض کردن صدات. با شما هستم، بفرمید. خب این حرفاش هر چی میزنه آقای مشیری روی سند مدرک میگه. شما یعنی چی قربان؟ یعنی آقای مشیری داره درست میگه؟ بله بله. پس تو هم مزدوری. با شما هستم، بفرمید. پس ما باید کشورمون رو خودمون پس بگیریم. اجازه میدین؟ خواهش میکنم عزیزم. در خدمت جناب مهدی بطرخواه سعید سکویی هستم. با شما هستم، بفرمایید. من صحبتم با ایشون رو شما قطع میکردید. چرا یا بعد از این صحبت میکنید کسی میگه حاضرش این پتیاره های دوزاری هاشید بی اعترامی عزیز من شما کسی بهتون بی اعترامی بکنید ناراضی میشید. شما این حرف رو مدت ها بود میخواستید زدید، همه رو زدید. دیگه چیز دیگه ای هم دارید که بگید؟ من میدونم ماموریت شما چیه. تموم شد این ماموریت. مرسی. عزیزم شما رو به اهورامزدای ایران میفزورم جانم. با شما هستم، بفرد. خانم منم از ته دلم میگم مرگ. یه سری بی پدر و مادر حرومزاده پس مدتی وابسته به رژیم کسافت اسلامی حالا نشستن از منتظری دارن قدیس میسازن. دوری زاده کسافت بچه آخونده حرومزاده منتظری یه قاتل بود. ببینید آقای لعنت به اون اسلام تو اللهتون که من اعتقادات من با تو به اعتقادات تو همین داره لعنت به اون الله روی خط از این صحبت شما صحبت کنین لطفا. به اعتقادات مردم توهین نکن. بی پدر و مادر کسافت دوزاری ارومزاده زنازاده بی همه چیز. این ملت حسین حسین میر حسین میکنن دنبال کرخر میر حسین موسوی نیستن. نکنید این کار با. من مخالف توهین به اعتقادات مردم. دیدم که در اتاق مرکزی تلویزیون آریامر در اون قسمت گفتن یه سری زنگ زدن آقای سکویی امروز سیاه پوشیده چون ماه محرمه. من 35 ساله که در خارج از کشور زندگی میکنم، نمیدونم کی محرمه کی ماه رمضونه. از اونجایی هم که به اعتقادات مردم احترام میگذارم،
به ما فاصله کرواتم رو عوض کردم. اگر هم میدونستم امروز محرمه، کوچلوار قرمز اگه داشتم تنم میکردم. من برای امام حسین ارزش قائل هستم. امیدوارم جوابتون رو داده باشم. بهتون برخورد سکویی رادیکاله، سکویی خیلی خشنه، فحاشی میکنه. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند. با شما هستم، بفرمید. الو جونم، زنده باد جمهوری اسلامی. خط خوب بگیر بی پدر و مادر با اون شکل و قیافه کج و کلش خودشو وارد این معرکه کرد. بگو عزیزم، پدر و مادرهای دوزاری وارداتی حواسه و باشه حد زنا بس کردنی بکنن. دموکراسی و دموکراسی.